لطف و سعی و تلاش جناب شهرتی عزیز روز سه‌شنبه مهمان خانه‌های شما عزیزان هستیم در برنامه بازشناسی باورها. 27 برنامه پیرامون تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. البته طبق روال برنامه‌های پیشین هر کجا که نیاز بود سعی کردیم مطالبی که پیرامون مسائل تاریخ اسلام برای امروز ما هم دارای اهمیت هست یک پلی بزنیم میان گذشته و حال و چه بسا بتونه برای آینده مفید واقع بشه. امروز هم از اون قاعده مستثنا نیست، به خصوص این که میخوایم در مورد جنگ های ایدئولوژیک صحبت کنیم، یعنی به عنوان مقدمه جنگ صفین ما نیاز داریم فهم کنیم چرا این جنگ ها رخ میدن و در اثنای جنگ، در میانه جنگ چه مسائلی میتونه جنگ‌های ایدئولوژیک رو دچار هم قدرت و هم ضعف کنه، چون برای ما اهمیت داره. حتی مسائلی که امروز هم چه بسا میبینید جنگ‌هایی که از سوی برخی از دولت‌ها یا رژیم‌های خاصی یا گروه‌های خاصی به عنوان جنگ‌های ایدئولوژیک طرح میشن، از این مسائل جدا نیستن، از این ویژگی ها توهی نیستن. نبرد صفین رو هم ما سعی میکنیم از این زاویه تحلیل بکنیم تا وقتی داستان حکمیت رخ میده بفهمیم که این وقایع چطور رخ میده، چرا در میانه های جنگ این همه خشونت هست، چرا دو قبیله‌ای که به نحوی جدا شدن اما پسر عموهای هم هستن در برابر هم قرار میگیرن. خب اینها نکاتی است که اگر به شکل جزئی وارد اون نشیم و نشناسیم حتی گاهی برای ما افسانه یا اسطوره تعبیر میشه. باور نمی کنیم که برادران هم میتوانن همدیگر رو بکشن، هم قبایلی ها میتونن همدیگر رو بکشن و تازه از این کشتن افتخار هم مفتخر باشن، از اینکه گردن پسر عموهای خودشون رو زدن. اینا در درون دستگاه فکری قابل فهمه که اگر ما اون دستگاه فکری یا ایدئولوژی رو نشناسیم برای ما اسباب تعجبه که چگونه این مسئله رخ میده. خب برنامه پیشین در مورد حفاظت از جنایتکاران بود که ما نشان دادیم چگونه علی ابن ابی طالب در برابر درخواست نه تنها اولیاء دم بلکه مسلحین، یعنی کسانی که به عنوان قاریان شام آمدن به نزد علی و اشاره کردن که ما خلافت تو رو قبول داریم، با تو مشکلی نداریم، اما میدونیم که عثمان من غیر حق کشته شد، بنابراین قاتلین او رو به ما بدیم، ما محاکمه‌شون بکنیم. و دیدیم که علی اونها رو پناه داد، از اجرای عدالت نسبت به اونها کوتاهی کرد، یعنی نه خودش اونها رو تعزیر و قصاص کرد و نه اجازه داد که اولیای دم دسترسی داشته باشن به او. در نتیجه جنگ صفین که ادامه همون مسائل مختلفی بود که در مورد بی‌عدالتی علی بود رخ داد. اما نشان دادیم که پیامبر اسلام هم در برابر بازوان سرکوب خودش همین عطوفت رو داشته، همین مهربانی رو داشته. یعنی اگر میبینید که در رژیمی مثل جمهوری اسلامی جنایتکارانی چه به عنوان قاضی القضات، چه به عنوان قاضیان دادگاه‌های انقلاب یا دادگاه‌های دیگر، چه به عنوان سران سپاه یا بسیج که دستی در سرکوب مردم دارن، از مجازات مصون و معاف میشن برای اینکه اینها بازوان اون افرادن. چشممون رو بر روی فسادشون میبندیم، بر روی جنایتاشون میبندیم، چون قدرتمون رو از اونها داریم. من یه نوجوانی بودم اون زمان که این آقای غلام حسین کرباسچی
شهردار تهران بود و یک مقدار اختلاس کرده بود و این داستان ها، او را آورده بودند. حتی همین آقای اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه هست اون زمان مسئول دادگاه بود. اینا پخش میشد از تلویزیون و به هر حال حکم زندان هم به او دادن. منتها علی اکبر هاشمی رفسنجانی یک نامه می نویسه به رهبر که خب حالا درسته ایشون این کارها رو کرده، ولی برای نظام ما بده که بگن شهردار پایتخت مثلا رفته اختلاس کرده و این داستان ها و این در زندانه. و بعد هم این آقای کرباسی آمد بیرون و دیگه شطور دیدی به اصطلاح ندیدی. خب این در اون زمان خیلی عجیب بود، نادر بود، اما امروز دیگه شما به راحتی میتونید ببینید غارتگران اموال مردم، فاسدین، انواع و اقسام جنایتکاران چطور معاف میشن. به راحتی با کوچکترین حکم عفوی بیرون میان. ولی در ازای اون جوانانی که برای حقوق اولیه خودشون مثل حق پوشش، مثل آزادی بیان، مطلبی می نویسن، شعاری رو میدن، بلافاصله با مجازات های 10 ساله و 5 ساله و انواع و اقسام پرونده ها روبرو میشه. در واقع جنایتکاران اصلی و مفسدین اصلی بیرونن، اما کسانی که به دنبال حق طبیعی خودشون هستن، حقوق اولیه خودشون هستن، به زندان فرستاده میشن. پرونده های متعدد بر علیه اونها درست میشه. این برای اینی که نظام به این افراد جنایتکار نیاز داره، به این مفسدین نیاز داره. شما چرا بابک زنجانی ها با این حجم از اختلاس و کلاهبرداری و دزدی بیرونه؟ چون اینها در بیرون شبکه سازی کردن برای دور زدن تحریم ها. دوباره ما به این افراد نیاز داریم. افرادی مثل بابک زنجانی کسانی نیستن که شما به راحتی بتونید اونها رو کنار بزنید. اینا مفسدینی هستند در خدمت فاسد اعظم. شبکه سازی کردیم، شرکت داره در 10 جا، در 20 جا، با دور زدن تحریم ها، با پولشویی و انواع و اقسام کارهای مختلف و این شبکه ها رو ایجاد کرد. اما اگر یه زمانی احساس کنیم که پاشو از حد خودش فراتر گذاشته، میاره بهش محاکمش هم میکنیم که پولها رو بردار بیار. اون بخش از پولهایی که سهم حضرات بوده وقتی وصول شد، دوباره اون رو میفرستن بر سر همون کاری که داشته. چرا؟ چون اون شبکه سازی ها رو انجام داده، فردا به کار ما خواهد آمد. جای دیگری همین آقا رو راه نمیدن، به خاطر اینکه آنقدر از این تحریم ها سوء استفاده کرده که تحت تعقیب بود. ما داریم از این افراد، یا اون جوانی که در ترکیه بود، رضا زراب و دیگران. اینا کسانی هستند که سالها در فسادهای حکومت ها دست دارن. دیدید ارتباط اون آقای زراب و با اردوغان و دیگران. این شبکه ها ایجاد میشه. پس این نوع نظام ها بر روی این افراد بنا شدن. حذف اونها مثل اینکه شما سر شاخه بنشینی، بن رو ببری، خب خودت سقوط میکنی. نظام های فاسد بر روی مفسدین بنا میشه، بر روی انسان های درستکار که بنا نمیشن. هیچ آدم درستکاری هم نمیتونه تو اون نظام ها به مدارج بالا برسه، نشدنیست. شما در گروه های گنگستری آدم سالم پیدا نمی کنی. چون اولین شرط اینه که بیای یه آدمی بکشی، یه دزدی بکنی که با بقیه همسر بشی، همسان بشی. چون گروه های گنگستری به این شکل نیست که یه آدم سالم بتونه تو اون مدارج، اون سیستم یا اون هیئت پیشرفت بکنی. چون فردا میتونه بره خیلی راحت بگه خب من که نه دزدی کردم نه آدم کشتم، این افراد رو لو بدن. اما وقتی پای خودش گیر باشه، کمتر احساس میکنه که من این مفر رو دارم که برم اونا رو لو بدم. به همین دلیلی که الان شما وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، هر کی فاسدتر مقربتر، هر کی جنایتکار مدارج ترقی رو تعیین میکنه، هر کی هم آدم سالمی باشه یا به هر حال به نحوی نتونه با اون سیستم کار بکنه، حذفش میکنن، کنارش میذارن.
اندک سخن زاویه دار هم پذیرفته نمیشه. در واقع این داستان همون سیلی است که میاد، به مرور آبها میرن، لجنها میمونن. نظام های فاسد اینطوری هم. افرادی رو پیرامون خودشون جمع میکنن که به کارشون. داستان خالد ابن ولید هم در همون راست است. یعنی یک آدم کشی مثل خالد ابن ولید وقتی میره در یمن گردن مسلمانان رو میزنه به خاطر کینه های پدری که از قبل داشت، وقتی برگشت پیامبر اسلام اندکی او رو مورد عتاب قرار داد، اما بعد جز مقربان. ما به این بحثش رسیدیم، دو سه تا روایتی که واقعی آورده میخونیم و بعد میریم سر جنگ ایدئولوژیک که مقدمات اون رو من سعی میکنم تشریح کنم که عزیزان بتونن تطبیق بدن در مورد جنگ های ایدئولوژیک که چه زمینه هایی رو داره، چطور شکل میگیره و نقاط قوت و ضعفش در کجاست. خب واقعی این گونه آورده که بعد از اینکه عده‌ای از مسلمانان در یمن کشته شدن، پیامبر اسلام علی رو میفرسته که تو برو این دیه ها رو پرداخت بکنی، خسارت ها رو پرداخت. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر صلی الله بازگشت، رسول خدا صلی الله خالد را پذیرفت، یعنی بخشیدش، پذیرفت بشه بود. و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی یه آدم کش به جای اینکه قصاص بشه فقط دیهش رو پرداخت کردن و جز برگزیدگان هم بود. دیدی دیگه جمهوری اسلامی همین کارو میکنه، اگر بیگناه ها کشته بشن میگه خب یه شهیدی به اینها بگیم و یه خسارت و دیه ای بدیم، اما دیگه اون آدمی که دست به جنایت زده دیگه محاکمه نشه، او مصون از خطا باشه. رسول خدا فرموده است به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. این سیف الاسلام بودن یا سیف الله بودن خالد لقبی است که محمد به او داد. بعدها ابوبکر در دوران خلافت خودش با یک جنایت دیگه از سوی همین خالد مواجه شد، جایی که خالد رو فرستاد که برو با مالک ابن نویره ببین داستانش چیه، آیا مرتد شده یا نه. بعد مشخص شد که مالک مرتد نشده. خالد همسر مالک ابن نویره رو دید، مالک ابن نویره رو کشت، همون شب با همسر مالک ابن نویره نزدیکی میکنه، در واقع تجاوز میکنه. وقتی این خبر به حتی خود اون صحابه اصلی محمد رسید در شگفت شدن. عمر یکی از کسانی بود که گفت خالد رو باید قصاصش بکنیم، یک مسلمان رو کشته با زن او همان شبی که شوهر او رو کشته نزدیکی کرد. ابوبکر برگشت گفت این سیف الله است، سیف الاسلام. رسول الله گفته خالد شمشیر خداست. یعنی همین القاب و عناوین رو شما ببینید در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یکی که حکمی از خمینی داشت میگفت من مثلا نخست وزیر امامم، من قاضی امامم، یعنی من اون جنایت هایی که کردم شما نباید نادیده بگیرید چون امام از من تقدیر کرده. در جمهوری اسلامی هم همین خدمات به یک حکومت یا به یک شخص خاص، تعریف و تمجیدهای اون رهبر سبب مسئولیت میشد. فلانی استوانه نظامه، فلانی نمیدونم یار امامه، فلانی نمیدونم یادگار امامه. از این تعابیر کم مگه داشتیم ما؟ تا میخواستی بگی آقا این آقا جنایتکاره، میگفتن این قاضی امام بوده، این همدم امام بوده. یعنی با یک نسبت برقرار کردن میان یک جنایتکار با یک لقبی که یک رهبر به او داده دیگه پرونده بسته میشد. در اینجا واقعی آورده که همین خالد
با اون حجم از جنایت لقب سیف الله گرفت، شمشیر خدا بر کفار. حالا اگه 4 نفرم کش، 10 نفرم کش، شما نادیده بگیر، این به کار ما میاد. بنابراین شما میبینید که در درون این سیستم های جنایتکارانه هر کسی که جنایت میکنه چون روزی به کار ما میاد، ما از گناهانش میگذریم. مثلا بارها دیدید این دوستان مسلمان ما میگن پیامبر قاتل حمزه رو بخشید. ببینید قاتل حمزه زمانی که حمزه رو میکشت در جنگ احد مسلمان نبود، مشرک و کافر بود. زمانی که مسلمان میشه گناهان گذشتش پاک میشه. این قاعده فقهی است. اگر فرصت بشه ما در آینده بحث‌های قواعد فقهی رو هم روشن کنیم. سعی میکنیم در کنار مغالطات پیرامون قواعد فقه هم صحبت کنیم، یعنی جایی که آخوندها این مراجع تقلیدشون، این بزرگانشون از قبل همین قواعد چطور کارها رو پیش میبرن. ما اینا رو نمیشناسیم، خیلی کم با اینا برخورد کردیم. این قاعده قاعده جبر الاسلام و یجب و ماقع، یعنی اسلام گذشته رو پاک میکنه. یعنی تو اگه جنایتکار باشی، شما فرض به هیتلر رو در نظر بگیرید، اگر هیتلر زنده میمان میامد در یک کشور اسلامی میگفت آقا من شهادتین گفتم، آیا نسبت به اون کشتاری که من سبب شدم مسئولم یا نه؟ اسلام میگه نه، مسئول نیست، چون اسلامی که الان آوردی گذشته یه تو رو پاک میکنه، انگار هیچ کاری نکردی. الاسلامو یجب و ماقع. حالا چرا این قواعد وجود داره؟ برای اینکه شما بتونید راحت تر جنایتکاران رو جذب کنید. مغیرت ابن شعبه از قبیله طائف بود در صقیف، همراه یک عده‌ای رفت در مصر و در جاهای دیگر شام تجارت بکنن. این آقا با خودشون برد. در زمان برگشت مغیره این افرادی که با هم بودن اونا رو میکشه، اموالشون رو میگیره، میاد نزد پیامبر اسلام، میگه یا رسول الله من مسلمان شدم و این داستان ها، اما یه دیرم کشتم، آیا چیزی به عهده من هست؟ یعنی من قصاص میشم، تعزیر میشم؟ پیامبر اسلام میگه نه، بل اسلامو یجب و ماقت، ریشای قرآنی هم داره البته. یعنی اسلام گذشته تو پاک میکنه. این قاعده فقهی راهی رو باز میذاره که کسانی که در گذشته جنایت کردن خیلی راحت بیان در دامن اسلام، چون مطمئنن که دیگه مجازات نخواهند شد. شما امروز در حقوق بین الملل میدونید کسانی که جنایت جنگی بکنن، جنایت های زیادی انجام بدن، اینا مشمول مرور زمان نمیشه. یعنی اگه من میلوسویچ باشم، کارادزیچ باشم، در سربستان جرم انجام دادم، 20 سال بعد منو پیدا بکنم باید بیارم محاکمه بکنم. نمیتونید بگید این مشمول مرور زمان شده. توی علیه دیتو دست به جنایت زدید، جرائم سنگین مشمول مرور زمان نمیشه. اما در اسلام این قاعده وجود داره، یعنی اصلا مهم نیست 50 میلیون آدم بکش اما شهادتین بگو. این شهادتین باعث میشه اون سوابقت پاک بشه. زمانی که اسلام توانست حجاز رو تصرف کنه، خب خیلی از این افرادی که قبلا با مسلمانان جنگیده بودن ماندن که خب مالو چه بکن، بریم به سرزمین های دیگه، یا اینکه نه این قدرت خودمون رو در خدمت اسلام قرار بدیم. حالا این قدرت مقصود آدمکشیست، شاعریست، هر چیزی که به کار اسلام میاد. پیامبر اسلام این راه رو نبست، یعنی نگفت که شما چون قبلا دزدی کردید، جنایت کردید، باید پاسخگو باشید. گفت اگه شهادتین بگی
ما اون بخشش را دیگه نادیده میگیریم. الله هم البته خب شطور دیدی ندیدی، چون الان دیگه شدی بازوی دین او، داری به او خدمت میکنی. یعنی اینجاست که میخوام عرض کنم دوستان مسلمان ما که سخن از عدالت میکنن که هیتلر رو نمیدونم فلان، یادشون باشه همون هیتلر اگه شهادتین بگه شماها از گناهش میگذرید، از گناه استالین میگذرید که نمونه هاشو من عرض کردم. خالد یکی از اونها بود، مغایرت ابن شعبه یکی از اوناست، عمرو ابن عاص یکی از اوناست، خیلی ها هست که وقتی آمدن اسلام بیارن به محمد گفتن آیا ما نسبت به گذشتمون مسئولیم؟ گفت نه، اگه از الان بگید شهادت این رو بگید و مسلمان بشید که مسئول نیستید. بنابراین وحشی که البته غلامی بود اون زمان در خدمت هند، دختر عتبت ربیع که قاتل حمزه بود، چون آمد مسلمان شد محمد رو بخشید. اگه مسلمان نبود که محمد رو نمی مسلمان نشده بود محمد رو نمی بخشید. پس طبق این قاعده است، نه طبق رأفت اسلامی، نه، چون به کارش می آمد و اتفاقا هم آمد. یعنی در قتل اسود انسی و ببخشید مسیلمه کذاب، این آقا به کارش آمد، مسیلمه ابن حبیب، حالا بگیم مسلمان میگن مسیلمه کذاب. یعنی اون در اون جنگ به کارش آمد. شما جمهوری اسلامی نگاه بکنی این قاعده رو از یک بعد دیگری به کار میگیره. یعنی قاچاقچیان بین المللی، آدم کشای بین المللی یا گروه های دیگه حتی در درون ایران اگر اراذل و اوباش باشن، اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره که بیرون چیکار میکنه. آیا زمانی که ما میخوایم خیابانها رو خلوت بکنیم شما به کار ما میای؟ یادتون هست اون آقای سردار سپاهی بود فکر کنم به نام همدانی نام اگه اشتباه نکنم، میگفت ما چند هزار نفر از این اراذل و اوباش رو ساماندهی کردیم برای اینکه اگر روزی خیابان ها شلوغ شد، زنان و مردان آمدن شعار میدن، این اراذل و اوباش خب دستشون به آدم کشی میره دیگه، اینا رو بفرستیم تو خیابون. از اون طرف به اونها میگیم که مجازات شما رو میبخشیم، عفوتون میکنیم. دیدید این هم اراذل و اوباش میرن سری یک ماه نشده میان بیرون، مگر حالا اونایی که خیلی دردسر باشن، وگرنه اکثرشون رو شما دیدید با این شلوارهای گشاد کردی و غیر کردی میبرنشون زندان، با کچلوار میارن نشو بیرون. یه سری از اینا که اصلا تصاویر و عکس ها هست با مقامات جمهوری اسلامی عکس میگیرن، اون جلسات و مجامعشون میرن میان. یعنی کسی که وجودش در خیابان باعث ترس مردمه، اما طبق قاعده ای که اینا تو ذهنشونه اینه که چون با من خدمت میکنی من مجازات های تو رو نادیده میگیرم، بیا یه 4-5 ماه تو زندان باش، یه پرونده ای برای علیه میسازیم. دیدید بعضیا سری میرن میگیرنشون به خاطر اینکه میخوان همیشه این زنجیره رو بالا سرشون باشه که تو پرونده داری، اگر به من خدمت نکنی 20 سال بعد بری حبس. اما بیا تو خیابون، این زنا که میان تو میدون شعار میدن، یه غمه‌ای به تو میدیم، یه چوبی به تو میدیم، تو برو بزن. بنابراین این رژیم ها بر روی این عناصر بنا شدن. اگر فرصت بشه در بحثی در مورد تاریخ فاشیسم نشون میدیم چگونه موسولینی، هیتلر و گروه های مختلف بر روی همین عناصری که کارشون آشوب بود، بلوا بود، بر روی اینا بنا شدن، قدرت گرفتن، بعدن هم خب تبدیل شدن به رژیم های ترور. پس در نتیجه علی ابن ابی طالب هم سعی میکنه نیروهای خودش رو که در قتل عثمان دست داشتن و او رو به قدرت در واقع رساندن مورد قصاص قرار نده. بنابراین عدالت در اسلام یک توهمی است، یک تخیلی است که از سوی مبلغان تبلیغ میشه، اما اگر کندوکاوی بکنیم و جستجو میبینیم که چنین نیست.
اما برگردیم به سر مسئله صفین. قبل از ورود به بحث جزئی در مورد صفین، نیاز میبینم کمی در مورد جنگ های ایدئولوژیک صحبت بکنیم، که جنگ صفین هم از اون قاعده مستثنا نیست، اما جنگ های دیگری هم که امروز چه بسا وجود داره و ممکنه در آینده هم به وجود بیاد میتونه در درون این بحث ها بگنجه، چون ویژگی های مشترک زیادی رو داره. پایه جنگ های ایدئولوژیک یک دوگانه سازی است. یعنی هر کجا شما دوگانه ای رو دیدی باید نسبت به اون حساس باشید. البته هر دوگانه ای بد نیست، اما یه ویژگی هایی وقتی به این دوگانه سازی اضافه میشه اون رو بسیار خطرناک میکنه. مثلا حق و باطل. وقتی در یک کتابی خواندید یک بحثی راجع به حق و باطل شد، یعنی یک گروهی طرف حقن یک گروهی طرف باطلن، بهش شک کنید که در ادامه این حق و باطل میخواد به کجا برسید. اسلام و کفر، ملی و غیر ملی، همه این دوگانه ها از ابتدا باید مورد دقت قرار بگیره. اما گاهی این دوگانه ها ویژگی هایی رو در درون خودشون میارن که سبب میشه یک جنگ ایدئولوژیک به راه بیفته. پر این مسئله بر سر هویتی شدنه. یعنی وقتی این ویژگی های دوگانه تبدیل شد به یک عنصر هویتی باید بهش شک. هویتی به چه معنا؟ به معنای اینکه خصائص و ویژگی ها و موقعیت ما رو شکل میده. بیرون از اون موقعیت ما دچار یک بیهنجاریم، یک بیارزشی هستیم. دیدید این بحث مطرح میشه که مردم ما مسلمانن؟ در واقع این نگاهی است که یک عده‌ای میخوان به جامعه ما تزریق بکنن که گویی فقط دین عنصر هویتیه. قطعا خیلی از مردم ما مسلمانه، اما آیا انسان نیستن؟ آیا پدر نیستن؟ آیا برادر نیستن؟ آیا کارمند نیستن؟ اینا هم عناصر هویتیه. یعنی ما وقتی یک عنصر هویتی رو برجسته کنیم و خودمون رو زیل اون تعریف کنیم، در برابر گروه های دیگر مقاومت خاصی میکنیم. شما فرض کنید مرد و زن، خب یه عنصر هویتیه دیگه، جنسیت یکی از عناصر هویتیه، مرد زن. اما وقتی مردان رو به دلیل مرد بودن دارای ویژگی های دیگر میکنید، یعنی این عنصر جنسیت رو برجسته میکنید، در برابر یک عنصر دیگری قرار میگیره که اون جنسیتش متفاوت از شماست. دیگه انسان بودن میره کنار. خوب دقت بفرمایید. یعنی مرد بودن به قدری برجسته میشه که ما دیگه زنان رو انسان ندونیم، چون اون عنصر انسان کمرنگ میشه، مرد برجسته تره. شما به نژاد نگاه بکنید، وقتی میگید ما آریایی هستیم یا فرزن همون نژاد آریایی در اندیشه نازیست، وقتی این برجسته شد بقیه نژادها نژادهای دیگر هستند، بنابراین چی این وسط مخفول میمونه؟ انسان بودن. شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که بخوانید میبینید در همون اصول اولیش ذکر میکنه انسان فارغ از نژاد، جنسیت، ملیت، قومیت دارای این حقوقه، که مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. چرا اندیشمندانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشتن، حالا هم حقوقدانانی مثل آقای کاسن گرفته تا سیاستمدارانی مثل خانم روزولت و دیگران که اینها رو نوشتن و آماده کردند و بحث پیرامونش شد، اون عناصر دیگر رو کنار زدن؟ دلیل چی بوده؟ دلیلش این بوده که در طول تاریخ همیشه اون عناصر هویتی سبب شده که یه وجه افتراقی ایجاد بشه و اون وجه افتراق نزاع ایجاد. بنابراین اگر ما
عنصر هویتی خاصی رو نزد یک مردم برجسته بکنیم و به اون حق رو بدیم، بقیه گروه های اجتماعی که اون ویژگی رو ندارن حذف میشه. وقتی ما میگیم انسان، دیگه فرقی نمیکنه شما ایرانی هستی یا انگلیسی هستی، سفید هستی یا سیاه هستی، مرد هستی یا زن هستی، هیچ فرقی نمیکنه، همه انسان. اون وقت دیگه وقتی این عنصر یعنی انسان شد اصل هویت ما، بقیه میشه حاشیه ها. شما در کمونیسم نگاه بکنید، کدوم عنصر برجسته است؟ عنصر شغلی. یعنی شما از چه طبقه ای هستی؟ کارگری؟ پس تو ویژگیت فرق میکنه با اون سرمایه دار، با اون صاحب ابزار تولید. یعنی عنصر شغل برجسته است، عنصر طبقه برجسته است. یعنی من کارگر وقتی هویت خودم رو در کارگری تعبیر کردم، بچه سرمایه‌دار میشه دشمن من. یه کاری ندارم که اون انسانه ها، یه کاری ندارم ملیتش مثلا مال کجاست، چون طبقهش طبقه من نیست، او دشمن منه. یکی از این افراد برجسته سازمان چکا آقای بود به نام لاسلیس. این آقای لاسلیس در واقع میگو مثلا ما وقتی میخوایم شخصی رو زیر نظر بگیریم، مثلا کاری نداره که او بر علیه مثلا حکومت کمونیستی کاری کرده یا نکرده، فقط بررسی کنید که مال کدوم طبقه است. یعنی که سرمایه‌دار بودی اما هیچ جرمی انجام ندادی، هیچ جنایتی نکردی، هیچ کار بدی نکردی، آقای لاسلیس میگه که باید او رو به عنوان اینکه هم طبقه کارگر نیست، دشمن کارگر محسوب کرد. میخوام اینا رو عرض کنم که برای آینده ما کدوم عناصر مفیده؟ آیا ما باید آینده ایرانمون رو برای جنسیت بنا کنیم که ما مردیم شما زنی؟ آیا ما باید آینده ایرانمون رو برای مذهب بنا کنیم که ما شیعه هستیم شما سنی هستیم؟ آیا باید برای طبقه بنا کنیم که ما پزشکان و صاحبان سرمایه و متخصصین هستیم، شما عوامی کارگری؟ یا اینکه نه، باید ذیل مفهوم انسانیت، ذیل مفهوم شهروندی اینا رو بحث بکنیم. اگر هنوز شما گروه های سیاسی میبینید، گروه های مذهبی میبینید، گروه های عرفانی میبینید که عمده شاخصشون همین عناصر هویتی که برجسته میشه و اون عناصر کلانتر مخفول میمونه، از بین میره، باید به شک کنید. بسیاری از جنگ ها حاصل عناصر هویتیه، چون عنصر هویتی به قدری قویه در انسان ها که حاضرن براش آدم بکشن. شما جنگ های مذهبی رو نگاه بکنید، چرا این همه ما جنگ بین شیعه و سنی داشتیم، بین مسلمان و کفار داشتیم، بین پروتستان و کاتولیک داشتیم؟ در این چی میتونه باشه؟ جنگ های صلیبی حاصل چیه به نظر شما؟ فقط برای قطعه زمین مثلا تو بیت المقدس بود که یه عده‌ای از اروپا را افتادن، یه عده‌ای از آسیا را افتادن که برن اونجا بجنگن که اون زمینه مثلا مال کیه؟ نه، به خاطر اینکه هویتشون بود. یعنی یه قطعه زمین تو اورشلیم هویتشون بود. مسیحا میگفتن این مال پدر آسمانی ماست، به مسیح داده، اونجا محل تولد مسیح، مال خودمون. مسلمان ها میگفتن نه خیر، اونجا مال ماست، ما باید بریم اونجا رو بگیریم. یهودی ها میگن نه خیلی اینجا مال ماست. یعنی عناصری که شما میبینید مذهبه که سبب این همه جنگ شد، عناصر نژادی، جنگ جهانی دوم نگاه بکنید، این جنگ ها حاصل انسان بودن نیست، چون شما عنصر نژاد رو برجسته کردی، یهودی ها دیگه شدن غیر انسان، اسلاف ها غیر انسان، گروه های دیگری که نژادشون مثل ما نیست غیر انسان هست. یعنی به گذشتمون اگر نگاه بکنیم میبینیم هویتی شدن سبب میشه که ما بر روی اون هویت های خودمون بجنگیم. ما امروز برای انسانیت نمیجنگیم، برای جنسیت میجنگیم. ما مردیم شما زن، برای مذهب داریم میجنگیم،
یادمون میره که اون طرف جبهه هم اونایی که هستن انسانن. یک مسلمان شمشیرش رو میگرفت میرفت در جبهه و جنگ و جهاد، مگه فکر میکرد که ایرانی ها مثلا انسانن، حالا یه دینی دارن برای خودشون، زرتشتی هن یا هر چیزی؟ میگفت نه خیر، اونا انسان نیستن. وقتی شما در قرآن میخونید که کفار رو میگه کل انعام بل هم ازل، یعنی اینا از حیوان هم پسترن، یعنی عنصر دین اهمیت داره. اگه یکی کافره مهم نیست که ادیسونه، نمیدونم اینشتینه، اصلا مهم نیست. خدمتی به جامعه کرده یا نکرده اصلا مهم نیست، چون دینش دینیست که من هویتم رو با اون تعریف میکنم، بنابراین اون لایق در کنار من نشستن نیست، همزیستی با من نیست. پس اولین مسئله اینه که در درون این دوگان سازی ها هر دو عنصری که من عرض کردم بتونه عنصر دست بالای هویتی باشه، این خطرناک. دوم این که خطا ناپذیر هم نشونش بدید، یعنی اسلام معتقده که هیچ خطایی در اندیشش رو نداره، بنابراین اندیشه های دیگه خطا میشن. چون وقتی تو هیچ خطایی نداری، کسی که با تو مخالفه، تو نمیگی که او درست میگه، چون نمیشه دو تا درست باشه، یک کدوم از اینها باید درست باشه. وقتی تمام درستی نزد توه، دیگری میشه باطل. اندیشه های دیگر هم همینه. شما اندیشه های مارکسیس رو نگاه بکنی، میگه تاریخ اینو گفت، این سرنوشت تاریخیه، این جبر تاریخیه. خب تاریخی غلط نمیگه، بنابراین همیشه طبق روال تاریخ باید شما اون رو انجام بدید. شما انسانهایی هستید در درون یک دستگاهی در تاریخ که داره پیش میره، شما فقط مجری اون شرایط هستید، فکر میکنید اختیار دارید اما اختیار ندارید، تاریخ این رو بر شما بار کرد. شما عامل تحقق تاریخ، بنابراین بیرون از مارکسیستی که نمیتونید فکر کنید، بیرون از نژاد نمیتونی فکر کنی. چرا؟ چون یک نژادی بودی که این نژاد همیشه سازنده بوده، تمدن ساز بوده. دستگاه تبلیغاتی نازیسم که نمی اومدن بگن آقا ما هم اشتباه کردیم، ما هم غلط کردیم، میگن نه دیگران ما رو گول زدن، دیگران ما رو فریب کرد، دیگران نژاد ما رو آلوده کردن. یعنی نژاد ما که اصلا مشکلی نداره. در اسلام شما نگاه بکنید، هر کجا میگی این ایراده، میگی این اسرائیلیات، یعنی بنی اسرائیلیا، یهودیا این کارو کردن، وگرنه ما که خوب بودیم. اینا در داستانهای تاریخی ما، در روایتهای ما دست بردن. بنابراین شما یک خطا ناپذیری ایجاد میکنید که در اون تشکیک وجود نداره. دیدید قرآن رو که باز کنید ما ابتدا هم هست، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی هیچ شکی توش نیست. ریب یعنی شک، لا ریب یعنی هیچ شکی در اون نیست. خب داستان تمامه دیگه، یعنی اگه من غیر قرآن حرف بزنم خطام، چون اصل کاری اون درسته. خب وقتی یک انسانی در این دوگانه احساس کرد که هرچی من دارم درسته، آیا دیگران رو میپذیره؟ آیا میتونه با دیگران همزیستی داشته باشه؟ اساس جامعه آزاد اینه که مردم در اون جامعه خودشون حق مطلق نمیدونن، میگن ممکنه من سلیمانی خطا بکنم، یکی دیگه درست بگه. چون من نسبت به خودم این اشراف رو دارم که ممکنه خطا بکنم، پس داوری نمی کنم که حرف من کاملا درسته و دیگری نباید حرف بزن، بلکه میگم من دلایل خودم رو میگم، دیگری هم دلایل خودش رو میگه. اما گروه های دیگر، مردم دیگر میپذیرند که آیا سلیمانی داره درست میگه یا غلط میگه، دیگری داره درست میگه یا اشتباه میکنه. در نظام های توتالیتر که بر روی یک اصل و بنیانی بنا شدن یا روی یک ایدولوژی هستن، اصلا دیگران هرچی بگن غلطی، چون ایدئولوژی همه چیز رو به شما داده،
دیگه نیازی شما فکر کنید. سبکهای فکری دیگه پذیرفته نمیشه. حالا چرا جمهوری اسلامی سبکهای دیگر فکری رو قبول نداره؟ چون معتقد اونو باطله. وقتی شما معتقد باشی دیگری باطله که اونو قبول نمی کنی. زمینه ایجاد یک جامعه باز پذیرش این که من همه حقیقت رو در اختیار ندارم، همه حق با من نیست، ممکنه دیگران هم درست بگیم. سبک زندگی من سبک درستی نیست، ممکنه دیگران هم سبک زندگی رو داشته باشن که درست باشه. من چطور میتونم بگم سبک زندگی من درسته؟ پس در درون این حق پنداری، باطل پنداری دیگران هم به وجود میاد. یعنی من وقتی معتقد باشم ملی گرایی اون چیزیست که من دارم، پس بقیه اجنبی هم دیگه. چون من یه تعریفی دارم از ملی گرایی طابق النعل به نعل، درست، هیچ خدشی برش نیست. خب وقتی یکی دیگه یه تعریفی دیگه داره چی میشه؟ میشه باطل. شما در جهان اسلام نگاه بکنید، کتب زاله یعنی چی؟ یعنی افراد دیگری که کتابایی نوشتن، نوع اندیشه دیگری دارن، اینا میشه کتب زاله، کتب گمراه کننده. اینا باید نابود بشه. کتاب سوزی ها فقط در جهان اسلام نبوده، در جهان مسیحیت هم رخ داده، در آلمان نازی هم رخ داده، در تمام این رژیم های ایدئولوژیک رخ داده، رژیم های دیکتاتوری استبدادی رخ داده. دلیلش چی میتونه باشه؟ در اینجا که دیگران نباید جور دیگری فکر کنن. حق همون چیزی که من دارم به شما میدم. زمانی که آمدن به ایران، خب این رو ابن خلدون و دیگران هم آوردن، عرب ها دیدن که خب یه کتابخونه هایی هست و کتاب های مختلفی نوشته شده و اینها، گفتن خب با اینا چه باید بکنیم؟ نامه نوشتن به عمر. در مقدمه ابن خلدون در بحث علوم عقلی این رو آورده که کسب تکلیف بکنیم ببینیم خلیفه چه دستور میده. همین عمری که الان محبوب 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل سنت، میخوام بگم جوامعی که دست اینا باشه چجوری اداره میشه. به تبلیغات این شبکه ها نگاه نکنید که میشینن اینجا میگن اون یکی اونطوری است و اون یکی اونطوری است، خمینی فلان کرده، خمینی فلان کرده. بله درست، اما شما آدمایی رو محترم میدونی که اونا هم این کار رو کردن، چه بسا 100 برابر بدتر از خمینی. این دوگانه سازی ها خیلی جالبه. من دیدم این شبکه های اهل سنت رو، بگید آقا این عمر این کار رو کرده، اینا رو غیر انسانی میدونید، غیر اخلاقی میدونید یا نه؟ بلافاصله زبانشون لکنت میگیره. اما جنایت رو در دیگری خوب تشخیص میدن. اما اگه از هم کیشان خودشون باشه، نه، اونجا دیگه قدرت داوری معیوب میشه. نامه نوشتن به این آقا که آقا ما اینجا کتاب پیدا کردیم چه کنیم؟ گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیه. اگه اینها بهره ای از حق دارن، خب تمام و کمالش که قرآن باشه رو ما داریم. به اصطلاح تحصیل حاصله دیگه. شما میخواد چیزی به من بدی که من اون رو دارم. همه علوم در قرآن هست دیگه. لا رتب و بلا یابس الا فی کتاب المبین. هیچ تنها خشکی نیست که همش در قرآن اومده. پس این کتابایش یا بهره از حق دارن، ما همشون داریم. اگر نه، بهره از حق ندارن، این کتابایی هستن که نسبتی با کتاب ما ندارن، خب اینا که باطلند که همشو بریزید تو دریا بسوزونیدش. پس زمینه کتاب سوزان در ایران، مصر و جاهای دیگه، در روم در امپراتوری روم مسیحی، در نازیسم، بر سر اینه که ما یه ایدئولوژی داریم، یه باور داریم که اینا حق، هرچی غیر ایناست اینا باطل، باید دورشون بریزیم. پس دیگه اندیشه های دیگه میشه باطل. خب حالا فرض رو بر این بگیریم که اونا باطلن ما حقیم، تمام شد؟ نه،
در درون این دوگانه سازی باز ممکنه یه ویژگی دیگری اضافه بشه که خطر رو بالاتر ببره و اون خصومته. یعنی درستی که شما یه جور دیگه فکر میکنید، من اندیشه شما رو قبول ندارم، اما نسبت به اندیشت بی تفاوت نمیمونم. یعنی درسته که من زن محجبه هستم، اما به تو اجازه نمیدم که با پوشش خودت تو خیابونا قدم بزنی. میخوام پله پله عرض کنم چطور دوگان سازی ها تبدیل میشه به جنایت های هولناک. این دوگان سازی جنایت نمیشه. این ویژگی ها وقتی در درونش هست، شما میتونید احساس خطر بکنید. من دارم آرام آرام گام به گام اینا رو عرض میکنم که بدونیم کدوم دوگانه سازی ها ویژگی های خطر رو داره. بنابراین دوگانه سازی که تبدیل میشه به خصومت، نه به رقابت. مثلا میگم من پوشش اسلامی دارم، خواهر من میخواد یه پوشش دیگری داشته باشه. حالا ممکنه یکی ببینه بگه فلانی لباس تو چقدر زیباست، اون یکی بگه چقدر سلیقه تو خوبه. درسته؟ این میشه رقابت دیگه. من با لباس خودم تردد میکنم، اونشان با لباس، من با طرز فکر خودم عبادت میکنم، او با طرز فکر خودش. من غذاهای مورد سلیقه خودم رو میل میکنم، او هم غذای میل خودش. اما یه دوگانه سازی هست، اینو به شما اجازه نمیده. میگه من این لباس رو میپوشم، تو حق نداری اون لباس رو بپوشی. حالا در جمهوری اسلامی مگه چی داستان؟ در جهان غرب یه دوگانه وجود داره دیگه. حالا دوگانه که چندگانه وجود داره. حالا مثال عرض میکنم دیگه، دوگانه به معنای حداقل دو عنصر متفاوت، اما ممکن این دو عنصر بشه 20 عنصر. اما اون دو عنصری که با هم متفاوتن در جهان غرب همدیگر رو سرکوب نمیکنن، به خصومت تبدیل نمیشه، میشه رقابت. دیگه نگاه میکنه میبینه که لباس آقای شهرتی خیلی زیباست، لباس سلیمانی زیاد جالب نیست. خب میره اون سبک آقای شهرتی رو انتخاب میکنه. میگه کجا خریدی؟ جهان مد یعنی همین دیگه. نیاز نیست که من دیگری سرکوب کنم. اما وقتی خصومت در درون این دوگانه سازی وجود داره، میگه نه من اینو میپوشم، تو حق نداری لباس تو بپوشی، باید مثل من بپوشی. من این غذاها رو میخورم، تو حق نداری. برای چی میری مشروبات الکلی میخوری؟ مثل من فقط باید شیر و آب بخوری، اون حرامه. چرا فلان گوشت رو میخوری؟ من دوست ندارم. باید ذبح اسلامی باشه، اونم از این گوشت ها باشه. برای چی با یک دختر غریبه داری صحبت میکنی؟ حق نداری. باید حتما صیغه محرمیت بخونی مثل من، بعد حالا بشیم دوست و رفیق با هم صحبت کنیم بریم بیرون. بنابراین دوگانه سازی هایی که تبدیل میشه به خصومت و به دنبال حذف گروه ها هستن. یعنی من اجازه نمیدم تو هرچی دلت خواست تو تلویزیون بگی، هر چی خواستی بنویسی. نه، اندیشت اینجا وجود نداره، من اجازه نمیدم. اجازه انتخاب هم به دیگران نمیدم، چون من حقم. حتی اگه دیگران هم دوست داشته باشن صدای دیگری رو بشنون، من اجازه نمیدم، چون اونا نمیفهمن. من میفهمم که من حقم، اون باطله، و اون باطل میتونه دیگران رو به خطا بندازه، بنابراین جلوشو میگیرم. این گونه خودشون رو زعیم و دیگران رو صغیر و طفل میدونن. جان استوارت میل در کتاب در باب آزادی به همین مسئله اشاره میکنه. یعنی صحبتش بر سر اینه که یک جهان آزاد برای اینکه راه خودش رو بهتر پیش ببره، باید اجازه بده همه اندیشه صحبت بشن در موردشون. اگر من سلیمانی اندیشم خیلی قویه، مبتنی بر دلیله، یعنی مدلله، متقنه، مستنده، خب اونا رو ارائه میکنم، مردم هم میپذیرن.
اگه اندیشه دیگری خطاست، مزخرفه، مهمله، خب اجازه بدید صحبت شو بکنه، دیگران هم میفهمن. اما وقتی من خودم داور میشم، حالا چه به عنوان حاکم یا به عنوان هر کسی که مسئوله، میگم طبق معیارهای من حرفای سلیمانی خوبه، دیگری غلط میکنه، اشتباه میکنه، و بعد اون رو حذف میکنم، جان استوارت میل میگه اون نسبت به علم داره دست به کار سرقت میزنه، یعنی جامعه رو محروم میکنه از یک دارایی و اون علم دانشه. و بعد مثال میزنه، میگه شما برگردید به چند صد سال قبل، مگه آبا کلیسا نیامدن گالیله ها، کوپرنیک ها، کپلر ها و دیگران رو محکوم کردن؟ درسته؟ گفتن تو اشتباه میکنی، کتاب مقدس درست میگه. اما امروز بشر فهمیده که کی درست گفته، کی غلط گفته. میگو اگر اون کتاب ها در همون زمان یا همون اندیشه ها نابود میشد، آیا بشر از اون اندیشه ها محروم شده بود یا نشده بود؟ خب اینا دارایی جامعه هست، فکر یک دارایی برای جامعه است. این که ما صحبت از آزادی بیان میکنیم و بهش اهمیت میدیم برای چیست به نظر شما؟ بیان یعنی آن چیزی که در ذهن منه در قالب کلمات در میاد به مخاطب انتقال پیدا میکنه. نوشته همینه، یعنی مراد مؤلف به خوانندش میرسه. اینا دارایی های جامعه هست. هر کسی بیاد بگه هیچ کس حق حرف زدن نداره، این گروه، این شخص و این دستگاه فکری میتونه حرف بزنه، یک سرقت اجتماعی داره انجام میده. اینکه دیکتاتوری ها رو زیر سوال میبریم برای این مسئله است، چون اینها سارقان اجتماعی هم، سارقان علمی هم، سارقان دانش هم. جامعه رو محروم کردم از یه اندیشه ای. اگه اون اندیشه غلطه، خب مردم میفهم دلایلش مضحکه، شواهدش متقن نیست، مدارک و مستنداتش وجود نداره. اما سابقه فکری بشر نشون داده که اتفاقا بسیاری از اون اندیشه هایی که از ابتدا خطا بودن، از نگر اون جامعه عرض میکنم، از اون متولیان جامعه، بعدها درستیشون رو نشون دادن. به علم، به تاریخ علم نگاه بکنیم، به فیلسوفانی که کشته شدن نگاه بکنیم، به گالیله ها نگاه بکنیم. بنابراین بسیار پر اهمیته که این دوگانه سازی سبب حذف دیگران نشه. این که ما در گذشته خواندیم علی دستور داد هر چه کتاب از پیشینیان دارید از بین ببرید، برای اینی که نمیخواد اندیشه های دیگری جز اندیشه های اسلامی در درون قلمرو حاکمیتیش وجود داشته باشه. خب این دو ستا رو عرض کردم، نزدیک به فکر میکنم 8-9 مورد دیگر مانده که برای جلسه آینده من عرض خواهم کرد که فهم بهتری از جنگ های ایدئولوژیک به ما بده، که ریشه هاش از کجا آغاز میشه، چگونه تطور و تحول و تغییر پیدا میکنه و در نهایت چه خسارتی میتونه به جامعه بزن. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، پیروز باشیم.